خب امروز میخوایم دست 13 و 14 رو کار کنیم. خب تو ادامه دست راست دفعه پیش چنگ رو یاد گرفتیم، مدل زدن دورلا چنگ، سلا چنگ، سفید سیاه، پس رو فوکوسم رو دست راست. حالا یه آهنگی آوردم که شکلش رو اول ببینیم، بعضی نوتاشو و یه قسمتی از زدنشو و علائم دیگه ای که میخوایم تو دست راست دیگه تمام و کمال همه چی رو یاد بگیریم. خب ببین، ما الان یه تکنیکی داریم به نام تکنیک دوبل. وقتی میگیم دوبل، دوبل توی آهنگ مشخصه. ببین دو تا نوت وقتی رو هم باشن میبینی اینا تکن، این اینا دوبله، این دوبله، این دوبله، دوبله، اینا همه تکه، باز دوباره اینجا دوبل میاد، اینا دوبله. خب پس وقتی میگیم دوبل یعنی دو تا نوت همزمان با هم زدن. حالا مثلا اینجا میتونه میو سول باشه یا میو می باشه. ببین به این میگیم دوبل، به این نوت دوب زدن. ببین مثلا من از این اکتاف، این یه اکتاف وسط، این یه اکتاف بالا، خب یه می اینجا دارم، یه می اینجا دارم. خب پس دستم باید انقدر باز شه. دوب فقط اینه، با این انگشت کوچیک و انگشت شست زده میشه. ببین مثلا دوتا می، یا مثلا یه می یه فا، خب یا مثلا دوتا لا. خب پس این شکلش بود. پس این تکنیک دوبله. پس یه جا بهش برخوردی، یه موقع دو تا نوت رو هم دیدی، بدون اینجوری بعضی موقع دوبلم اینجوری کناره هم داریم که به یه شکل دیگه، حالا شکل دیگه اش نشونه. یه دوبل داریم، ببین اینجوریه، حالا این دوبل اینجوریه. خب این تکنیک دوبل شد. خب حالا چنگو که سری پیش یاد گرفتیم به چه صورت، حالا گفتیم که پس میخوایم با دست راست بزنیم، پس باید دستمون طرف فرز باشه. حالا نوتایی که میزنیم، ببین الان اینجا همش نوتای چنگه. خب به این علامت ها ببین، ضعیف و قوی میگیم، کرشندو آن کرشندو میگیم. یه نوت از ضعیف شروع میکنیم، یه ها ببین اینجا رو میزنیم قوی، یا از قوی بزنیم. ببین این تکنیکاش. خب علائم دیگرش مثل دیز و بمولا که قبلا یاد گرفتیم، حالا هست، حالا اینجا هست، بکار هست، دیز هست، اتحاد هست، اتصال هست. نوتای فرعی ببین، نوتای بالا لا و دو و سی، همینجوری نوتای بالا پایین هم داریم. خب حالا دوبلو یاد گرفتیم، حالا یه تکنیکی داریم ببین به نام تکنیک تریوله. تریوله معمولا بالای یه آهنگی که هست، مثلا مثل اتحاد یه دونه میکشن، یه دونه تری انگلیسی سه میذاره. تیری یعنی سه تا نوت همزمان با هم زدن. مونده چجوری به اون سه تا نوت حالت دیگه چنگ میزنی. ببین میبینی، خب حالا پس دوبلو یاد گرفتیم اینجوریه، دو تا نوت، مثلا دو تا سول، دو تا فا، دو تا می، یه اکتاف فایی، یه اکتاف والا، دوتاشو با هم فشار بدی یه دوب میشه. حالا تو آهنگ یه تیکه میزنم برات ببینی به چه صورته، یا تو تکنیک آرپژ هم استفاده میشه. خب تریوله چجوری بود؟ پس تریوله اسمش تریله، تریه معلومه، تریوله با نوت بازه با سه تونو ببین. خب حالا همون دوبله که یاد گرفتی اینجوری بود. خب الان دوبلو گفتم، تریوله رو گفتم، حالا میخوام تریپ بگم. تریپ چجوریه؟ همون دوتا نوتی که دوبل میزدیم، مثلا دوتا لا، دیدی تو فیلم های پیانوی یا کار پیانوی اجرا شنیده باشی، یه تکنیکی هست اینجوریه. ببین مثلا ببین الان تریوله میزنم، بعد اون حرکت تریپ رو انجام ده. بهش چی اضافه کردم؟ با دست راست و چپ نوتامو چنگ کردم، درسته؟ اینجا سیاه بود. این میشه تکنیک تریپل. ببین با نوت بازی میکنه، مثلا حالا یه تیکه مثلا ملودی باشه ببین،
هم تریوله شد، هم تریپ شد، هم دوب شد، درست؟ پس الان تکنیک های دست راستی که الان به یاد دادم به این صورته، علاوه بر اون چیزی که هفته پیش یاد گرفتیم. پس بعد تو دست راستمون خیلی ترفرس باشیم که بتونیم اینا رو دائما انجام بدیم. خب یا میتونه تکنیک های مختلف باشه، ببینیم متنوع. تو یا هم ببین چه جوری میتونیم. پس حالت تریپ رو میتونیم خیلی آروم بزنیم که بستگی به نرم آهنگ داره، به تمپوش داره. نه میتونیم ریزترش هم بزنیم. پس من الان این دو مدل رو بهت یاد دادم، و تریول تریپ و دوبل. خب حالا آکوردا رو که یاد گرفتیم، دست راست هم خیلی تکنیکاش رو یاد گرفتیم. حالا الان تو این دوبل زدن ببین چقدر دست ما باز شد. دست شست با انگشت کوچیک تقریبا ببین این انگشت ها وسط این دوتا اینقدر باز شده. خب همین باز شدنه کمک میکنه که تو بتونی تکنیک های تریل و تریوله رو خوبتر اجرا کنه. اما بریم به مبحث بعدیمون، شامل تکنیک ها رو که بهت گفتم تو آکورد ها. دیگه چی مونده از این قسمت دست راست؟ بذار بهت بگم که بعد دو دستی رو شروع کنیم. اینم بهت گفتم، نواختم سریع روی که. خب ببین دیاز و بمالا که یادت اون سری بهت گفتم. حالا که الان دوبلا تریولا و تریبلا یاد گرفتیم، الان میخوام یه تیکی کوچولو با هم بریم. فقط دست راست رو نگاه کن با چیزایی که عقب یاد گرفتیم. ببین دست چجوری باید حرکت کنه. از وسط پیانو به بعد میشه واسه دست راست دیگه، حتی تا اینجا ها. ببین تا اینجا ها. پس میتونیم حرکتش بدیم. ببین مثلا یه تکنیکی هست، تکنیک خیلی جالبیه. مثلا یه آکورد رو مثلا با دست راست چجوری مثلا میزنیم و میبینیم. خب حالا نگاه کن چجوری به صورت چنگ داریم همچین آهنگی که بعضی تکنیک ها رو با دست راست سریع ببین می‌بینی سریع هی حرکت میکنه، از این اکتاف میپره تو اون اکتاف. پس بعد اینا باشه ببین، باید انقدر بزنی که ببین جای میار رو بلد باشی، جای فا، جای سول، لا، سی، همه این نوتا رو حفظ باشه دیگه. نه یهو دنبالش نگردی ببین مثلا اینو زدی اینجوری کنی بعد بگی اه بعدش مثلا این میشه. نه چون داری سریع میزنی میخوای یه تکنیک انجام بده. ببین تو اکتبای مختلف میتونیم حرکت کنیم. پس دیگه ادامه دست راست بود. این نکات و اضافه شو که اضافه تر از قبلی یه چیزایی میخواستیم بگیم نگفتیم و گفتیم. پس دوبل و دیگه چنگ و دوبل و چنگ و همه اینا رو دیگه دست راستمون هم بلدیم. پس دست چپ رو یاد گرفتیم، دست راستمون یاد گرفتیم. حالا الان میخوایم تو درس 15 و 16 دیگه دو تا دست با هم قاطی میشن. بس درچی یاد گرفتیم. حالا تو این چند تا درس آخر دیگه باید رو تکنیکا کار کنیم، مخصوصا پدال و مخصوصا زدن پیانو با دست راست و چپ. حالا اون سرعت رو میخوام بگم که توی آهنگ الان تو ببین چنگ داریم، سفید داریم، دولا چنگ داریم، هرچی داریم، تو دست چپ خبر نیست. تو دست چپ فقط میخواد آکورد بزنه، ولی اون سرعت مهمه. حالا ما یه بار تون میزنیم، یه بار آروم میزنیم، الان چند قسمت انجام میدیم. پس دیگه الان از این به بعد با اون نکته‌ای که گفتم میریم سراغ
درسای بعدیمون که دیگه میشه ادغام دست راست و چپ با هم.